اوکی عزیزان، آخرین تنفسی که میخواییم کار کنیم بهش میگن کپالا باهاتی، یا به قول امریکایی یا breath of fire، و معنیش هم هست shining skull، درخشش جمجمه. این تنفس برای کسایی هست که خیلی واردن توی تنفس‌های مختلف و سالها کار کردن. من بارها عزیزان خواسته بودن تنفس ها رو یا حتی کپالا باهاتی رو هم نشونشون بدم، ولی من باور کنید از شون خالی میکردم، به دلیلی که احساس میکردم شاید مناسب نباشه و یه کسی که ناراحتی قلبی داشته باشه یا فشار خون داشته باشه ممکنه با انجام اون فشارش بالاتر بره. پس در نتیجه اینها رو دارم میگم که خودتون مواظب باشید. تنفس به این صورته، ما نفس میکشیم ولی این بار نفس ها کوتاه و تنده، برعکس اونایی دیگه که عمیق بود، و فقط هم شکم باز و بسته میشه. یعنی چی؟ یعنی ستون فقرات کاملا صافه و شکم ما این تب اینجوریه. یعنی اگه دستتون رو، دست راست بره روی قلب، دست چپ بیاد روی شکم، این شکم باید فقط حرکت کنه. اینم نشون میدم که متوجه باشین، چون خیلی وقتا عزیزان تنفس شکمی رو بعد از این همه سال که ما توی ویدیوهای مختلف داشتیم و تکیه میکردیم روش، هنوز ممکنه انجام نمیدن به اون خوبی. برای همینم کپالا باهاتی برای همه نبود. پس ببینید آیا میتونید درست این یه ضربه زدن چیز این شکم میره تو. حالا شما ممکنه بگید خب سونی تو هم حرکت میکنه، ولی من اینو نمیکنم، این غلطه، این غلطه، من دارم از بالا میگیرم، من از پایین ریه دارم ضربه میزنم از شکم. پس وقتی که دستو بذارید، دست راست روی سینه، دست چپ روی شکم، متوجه میشید نفس اینه و از اون گذشته هرگز با شکم پر این کار رو نمی کنید. مطمئن باشید 2 ساعتی شکمتون خالی بوده. در غیر اون صورت ناراحتی معده پیدا میکنه، یعنی اذیت میشید نفخو از این بساطو. خب حالا ما این ضربه ها رو میزنیم. ما میتونیم 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا تا 50 تا بزنیم، ولی زیاد روی نمی کنیم، برای اینکه میخواییم برای شما هم آسون باشه. ممکنه مربی یوگایی داره تماشا میکنه، اون میتونه هر جور دوست داره انجام بده، ولی کسایی که جدید هستین و میخوایی نفس رو انجام بدید باید حواستون باشه. با دست راست روی سینه، دست چپ روی شکم، شروع میکنیم نفسهای تند شکمی. بزرگترین حسن این تنفس میدونید چیه؟ جمع و جور شدن عضلات شکم. ولو اینکه شکم بزرگی دارید، عضلات از داخل که جمع میشه ستون فقرات شما رو مقاوم میکنه. تمام بدن ما ستون فقرات مهمه که ما رو نگه میداره. پس نگید چطور، با اینکه خیلی از یوگیایی هستن مثل خود بودا شکم بزرگی داشت، حالا واقعا داشت و نداشت ما نمیدونیم، ولی میتونه حتی با شکم بزرگم از زیر این عضلات رو قوی بکنه. پس یه دست روی قفسه سینه، دست دیگه روی شکم، شروع میکنیم. من ببینم با چند تا ضربه میتونم اینو نشون بدم و شاید بعدی رو طولانی تر کنم. نفس عمیق، پایین تنه رو قفل میکنیم، میکشیم بالا، شونه رو میاریم، نفس رو قفل کردیم در این فضا و میمونیم. من طولانی نموندم و برای شما هم توصیه نمی کنم طولانی بمونید، ولی اگه این کار رو قبلا کردید، دوست داشتید طولانی بمونید، اوکیه. نفس بعدی هم به همین صورته. یعنی حالا باز من نشون میدم، دست راست روی سینه، مجبور نیستید اگر دریافت کردید پیامو که چه جوری باشه، دستا رو ور میدارید رو پاتون میذارید. فقط حواستون هست که شما بها، من یه ذره تون رفتم ببخشید، شما میتونید نفسهای آرومتری بکشید، مثل
نفس عمیق میکشیم، سر رو میاریم پایین، پایین تنه رو میکشیم بالا که نفسمون قفل بشه. آروم میدیم بیرون. من نفسای آروم رو نمیتونم بگم، مزاجم ببخشید نمیسازه، ولی هر کس به نسبتی که میتونه انجام میده. فقط حواستون باشه که نخواهید بگید نفس میکشم خالی میکنم. نه، شما با تخلیه نفس اتوماتیکلی نفس میره تو. این هم یکی از اون چیزایی که باید تمرین کنید. میریم برای 30 نفس من تند انجام میدم. شما هم اگه خواستید تند بیایید بیایید، نخواستید یواشتر بیایید، هر چی که براتون کار میکنه. اوکی؟ اگه قبلا بلد بودید این تنفس رو دوست داشتید طولانی تر بمونید توی هول یا نگه داشتن نفس میمونید. اگه دیدید براتون سنگینه، ولی نمیخوام یه دفعه اینجوری بیایید بیرون، طوری باشه که به آرومی نفس رو بتونید برگردونید. این 4 تا 5 تا تکنیکی که ما نشون دادیم در چند تا ویدیو فوق‌العاده میتونه کار کنه، ولی همینطور که گفتم حتی اگه در بدترین شرایط عصبانیت هم هستید، نمیایید همه رو پشت سر هم تق 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 انجام بدید، چون به بدن خودتون صدمه زدید، بدن شما عادت نداشته. یکی دو تا نفسای آرومتر رو میکشید و بعد روزی یه دونه از این نفسا رو تمرین میکنید تا وقتی که کاملا براتون روان و راحت بشه. این تنفسا رو معمولا در کلاسای کندلینی انجام میدن. کلاسای کندلینی چیه؟ کلاسایی که شما فقط حتی اون قفل کردن هم انجام نمیدید، یه بند دارید ضربه ها رو میزنید. یعنی میبینید طرف مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه، خود من نمیتونم اون انجام بدم، تا حدی انجام میدم که برام مناسبه. چرا؟ چون زمانی که شما اون کار رو دارید میکنید باید حواستون باشه اگر انرژی کندلینی باز بشه و کسی نباشه که با شما تو کار میکنه و مربی باشه، شما ممکنه به هم بریزید. یعنی آنچنان این انرژی که این بهش میگن انرژی مار میاد بیرون که طرف قاطی میکنه. حالا نمیخوام بترسونمتون، ولی حواستون باشه ما این نفس ها رو میخوایم بکشیم برای آرامش بیشتر، نه که زندگیمون رو بیشتر و سخت‌تر کنیم. عزیزان، با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم به طور آگاهانه تنفس رو انجام بدید. اگر حرفی داشتید در تلگرام بیایید، گروه بزرگی در تلگرام هستن عزیزان، سوال میکنن جواب میدم من به راحتی، چون توی چیز اونجور فعال نیستم، فیسبوک، و نمیتونم جوابتون رو بدم اگه سوالی داشتید. اوکی؟ با امید برنامه دیگر و دیداری دیگر. خدا نگهدار.